مخاطبی نظر سانه پشت جرای فیلم استاد داره سامه یادتونه یعنی تیم زنه میگه منم باش من گلزار جابجا درود به مخاطبین عزیز بنده امین فردین به همراه تیم من هم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو می‌بینید و می‌شنوید حال دلتون خوب باشه جیبتون پرپول باشه و از همه مهمتر سالم و سرحال باشه تو این یکی دو روز گذشته در خصوص امیر تطلو خبرهای عجیب و غریب و جنجالی زیاد شنیدم که امروز میخوام تو این ویدیو راجع به چند تا از این موضوعات و پشت پرداش با شما صحبت بکنم تقریبا دو سه هفته ای هستش که ماجرای امیر تطلو که استاد ساختن هاشی است در صدر اخبار رسانه ها قرار گرفته و همه دارن نسبت به این قضیه واکنششون میدن از ماجرای کتک زدن دخترها بگیر تا بدرفتاری ها و به زور ماشون زدن و تتو کردن ها اینا که دیگه تقریبا واسه همه این قضیه اثبات شده اول همه فکر میکنن که آره این قضیه برای هاشی است و نمیدونم اون دخترها دروغ میگن بعد آقا یه نفر دروغ میگه دو نفر دروغ میگه ده نفر که دروغ نمیگن که شکایت هایی که اومد وسط به حال اون آدم هایی که توی ترکیه هم شکایت میکنن آنچنان بدون سند و مدرک که نمیرن شکایت میکنن و شکایت کردم و این پرونده رفت جلو ما هم در رسانه خودمون این قضیه رو پوشش دادیم برخلاف تش... تفکر و اه... چیزی که آدم ها فکر میکردن چون گفتم تشکر نمیدنم. و جالبه که دو روز اولی که این هاشیا ها پیش اومد و ما در خصوص سهر قرشی انتقاد کردیم و گفتیم که سهر قرشی حالا اونجوری که باید شاید راست نمیگه تتلیتی اومدن استوری گذاشتن ویدیو رو وایرال کرد رفت تو اکسپلور امین فردی رید به زهر آقای فیلان به آقا بعدش که من تحقیقات کردیم به سری که خونه تتلو بودن فایل صوتی سند و مدرک یکی پس از دیگری برای ما رو شد و این قضیه رو صحبت کردیم یهو گفتن ای امین فردین دروغ میگه تا دیروزی که ما داشتیم حمایت میکردیم تا دیروزی که ما داشتیم اونوری صحبت میکردیم ما خوبه بودیم همین که گفتیم داره تتلو این کار رو انجام میده شدیم بده یعنی تا وقتی که ای مخاطبی که همچین رفتاری داشتی تا دیروز از من تشکر میکردی و امروز داری از من انتقاد میکنی یا تویی که اه... تا دیروز داشتی حمایت میکردی امروز داری خوش در تعدادشون هم آنچنان زیاد نیست چون خیلی آگاه شدن شما هیچ وقت تو زندگیتون موفق نمیشید با کلمه کارما و اینکه کارما اینا خودتون رو گول نزنید چون واقعیت تلخه و مثل خیار میمونه دیگه اولی تلخه بعد خوشمزه میشه شما نمیخواد اون تلخه اولش شما نمیتونی این واقعیت تلخه رو بعد اولش رو داشته باشی و نوش جام بکنی شما تحمل اون تلخیه رو نداری که به اون حقیقت برسی توی زندگیت بگذاریم حالا نمیخوام اینجا کسی رو نصیحت بکنم من کوچیک همه شما مثلا بحث نصیحت ندارم قطعا خیلی ها که دارن ویدیو من رو میبینن آقل تر از این رفت میخوام راجع تتلو و جزیاتش بگم تتلو تقریبا دو روزی هستش که تو یکی از بازداشگاه توزلا بازداشتگاهی که حالا معمولا مهاجرا اونجا میرن به سر میبره روز اول تتلو رو به بیمارستان منتقل کرده بودن به خاطر شرایط کثیف و بدی که اونجا داشته و منم این خبر رو شنیدم جا خوردم اما شاید برای خیلی ها سوال باشه که تتلو چرا میخواد برگرده ایران اما امروز اتفاقات جایی هم افتاده که راجبونم صحبت دلش به خاطر اینکه حالا دو سه تا دلیل مختلف داره اولش شکایت های متعدد و بالا گرفتن این شکایت هست. چون بعضا وقتی که تتل این رفتار رو انجام میداد گوشی آدم ها رو میشکوند یا میزد توی گوششون یا باشون بد رفتاری میکرد البته نه همشون چون مدام اومده بودن مصاحبه کردن این سری از این دختر گفتم ما رفته بودیم اونجا کویت بود برامون خب بله واسه شما مفخورا اونجا کویت حال میکنید برای خودتون حالا با قابل توجه رفیقای کویت مونید دوست تا رفیق خوب کویتی هم دارم و شما که اونجا مفخوری داشتید میکردید یه سری آدم ها اونجا بودن یا حالا تو این مدت‌ها ها امیر مختلف داشت که البته تو این دو سال گذشته و این دایره دو سال گذشته این اتفاقات افتاده و بدترین رفتارها رو باشون میکرده کتکشون میزده نمیدونم گوشیشون رو میشکونده حالا هر بلای دیگه سرشون بعدش ازشون رضایت میگرفته و اونها میرفتن اما توی یکی دو مورد نتونسته رضایت بگیره و شکایتها بالا گرفته و اگر این شکایت بالا بگیره عملا دولت ترکیه دیپورت میکنه امیر تطلو و خواسته خودش دیپورت خود خواسته داشته باشه اقامت امیر تطلو رو در ترکیه تمدید نمیکنن اصلا یکی از دلایلی که تطلو خیلی سخت ویزای کشورهای مختلف رو دریافت میکرده به خاطر این بوده که مثلا میمده سفارت آلمان سفارت کانادا و حالا بقیه کشورها بهش میگفتن اوکی تو یه آرتیستی اصلا به تو میرسه اصلا به تو کشور ما و یه تبلیغات واسه یه کشور ما میشه اما شما باید طبق قانون های بین المللی اقامت یه جایی رو داشته باشی یعنی اگر اومدی آلمان دیگه بعدش بر نمیتونی برگردی بری ترکیه چون اقامت ترکیه رو نداری دولت ترکیه اصلا رات نمیده اول میگه آقا اقامت تو ببینم مجبورت تو ببینم تو وقتی اقامت نداری ما چجوری بهت بد ویزا بدیم پس طبیعتا باید برگردی کشور مبدع خودت به کشوری که توش متولد شدی تو یعنی ایران با شرایطی هم که تو داری تعریف میکنی اگه الان خروج بکنی از ترکیه انگار حکم مرگ تو امضا بعد برگردی ایران و به خاطر همین به این آدم ویزا نمیدادن در طول این چند ماه گذاشتم و چند هفته گذاشتم ماجره شکایتی که بالا گرفت اقامت تتلو تمدید نشد دولت ترکیه به امیر تتلو سالن کنسرت نمیده دیگه و نمیخواسته بده حالا شاید بتونن حالا دوباره یه کاری کنن چون در دو مورد آخر سالانه های کنسرت امیر تتلو رو کنسل کرده بود الان امیر تتلو با دو سه نفر داخل ایران که افراد پرنفوزی هستن بسته و صحبت کرده میتونم بهتون یه کود هم بدم که رد پای یک رپر معروف که در یکی از گروه های رپی هم هست دیگه بیشتر از این نمیتونم را نمایی بکنم که در داخل ایرانه و کنسرت میذاره در خارج از کشور و بعد برمیگرده داخل ایران و شنیدم حالا تو ایران هم اگه اشتباه نکنم رستوران هم داره و یک رپره و اون آدم با یه سری آدم ها توی اون سیستم بسته و آدم کتوکولفتیه اون آدم به همراه مدیر برنامه هاش به امیر تتلو این اطمینان خاطر رو دادن که اگر برگردی ایران یک هفته دو هفته یا یک ماه میری زندان و بعد از اون پرونده از رو یه جوری ماسمالی ما میکنی میاریمت بیرون و البته رد پای دو تا آدم بلند سیاسی هم شنیده میشه که توی این اتفاق هستن یعنی این دو نفر و همراه دو تا آدم رد بالای سیاسی که من دیروز حتی اسامی این افراد رو دریافت کردم اما خب ببینید اگه من بیام اسامی این آدم ها رو بگم حتی اگر یه درصد امیر تسلو بخواد بره ایران و این آدم با قول این آدم ها رفته باشه داخل ایران من بگم ممکنه لاینش بسوزه پس از من نخواهید این اسامی رو بگم ببین بازم اینجا معرفت رو من رو نشون میده و اگر نمی میتونستم بدم این آدم رو بالا داره خستم. ولی سیستم من اینطوری نیست و طبیعیه شما وقتی میخوای برگردی کشوری قبلش میبندی که برمیگردی این هم چیز محرمانه و پیچیده نیست هر آدمی اینو میتونه بفهمه امیر تتلویی که قبلا هم گفتم و باز هم میگم بسیار آدم جندوستیه و بسیار آدم باهوشیه الان هم پاشو کرده توی کفش و به همه اطرافیانش گفته که الا و بلا من میخوام برگردم ایران درست همون اتفاقی که برای مهراد جمع افتاد مهراد جم قبل از اینکه برگرده بره ایران در سفارت ایران در انگلیس دیده شده با یه سری از افراد بلند سفارتی دیدار کرده و داخل ایران با مسعود جهانی و میسم ابراهیمی بسته بوده میسم ابراهیمی که باباش تو وزارت اطلاعات یعنی کلا وصله تو سیستم یعنی با همکاری وزارت اطلاعات و با ارتباط با اون آدم ها اومد و مراد جنب رابطه گرفت و برگشت توی ایران و مثل خیلی از خواننده دیگه چند سال پیش محمد خوردادیان وقتی اومد توی ایران با ارتباطات و لابیایی که با داخل زد تونست برگرده بیاره دیران که یه مدتی توی کیش هم بازداشت شده بود بسیاری از این آدم‌های معروف و مشهوری که شما می‌بینید در لس آنجلس و در اروپا و جای دیگه زندگی میکنن خانندن، نمیدونم بازیگرن یا افراد مختلف اینا قبلش با آدم‌های پرنفوذ پرنفوز داخل ایران میبندن و بعدش میانه میرن امیر تطلو هم نسبت به این قضیه مستثنا نیست و توی کفشم. گفته میخوام برگردم میرم بردندنش توی بازداشتگاه توزلا انقدر اونجا شاید کثیف بوده و به حال امیر تتلو مواد مصرف میکنه و چون مواد بهش نرسیده بوده گویا منتقلش کردن به بیمارستان و علات شایدش اوکی شده بوده بوده و برگشت شده دوباره به بازداشتگاه اما چند تا هم شکایت ثبت شده از تتلو و باید تمام این شکایت ها رو اول سفید بکنه و درست بکنه و بعدش بتونه برگرده بیاد ایران اما پافشاری اون آدم های پرنفوذ داخل ایران برای برگشت تطلب به ایران یک قمار دو سربرد برای اون افراده اگر این قضیه حساب شده هدایت شده باشه برای اینکه یک نفر رو اخفال بکنن که برش گردونن داخل ایران که بعدش زندانش بکنن یا بلای دیگه سرشون بیارن برای اون آدم ها امتیاز اگر نه واقعا اون آدم ها اینقدر آدم پرنفوذی باشن و آدمه باشن که قدرت داشته باشن و ما قبلا هم دیده بودیم دیگه یه سری آدم بودن که باباهاشون تو بیت بودن یعنی یکی دو تا از این بچه ها کسایی بودن که تو بیت رهبری ایران رفت آمد داشتن باباشون و با تطلو هم رفیق بودن و یک سال آخری که تطلو میخواست بیاد توی گرجستان ولی از ایران خارج بشه این آدم ها با تطلو میشستن و بلند میشدن حتی کیش رفته بودن به خرج این آقازاده توی کیش برای خودشون اشغال کردن و اونها به تتلو وعده داده بودن که ما مجازت میکنیم و کنسرت برات برگزار میکنیم اما وعدهای اون آدم ها زمانی اوج گرفت که بهش گفتن که آقا ابراهیم رئیسی گفته میخوایم با دیدار بکنیم طبیعتا این آدم های پرنفوز این دیدار و هماهنگی رو برای تتلو انجام دادن و حتی قرار بود که تتلو بره در برج میلاد کنسرت برگزار بکنه اما درست دو ساعت قبل از برگزاری کنسرت کنسرت کنسل شد طرفتاره تتلو این قضیه رو خیلی خوب میدونن و بعد از اون هم هر چقدر وعده دادن به تتلو و هر چقدر بهش این و گفت که کنسرت بر برگزار میکنیم مجازت میکنیم اتفاق نیفتاد اما ما دیدیم که افرادی مثل محسن رجبپور اومدن دوستای تتلو مثل آرمین یا حتی آدم هایی که در هم رده یا هم که حالا شاید نباشن ممکن یکی بالاتر باشه یکی پایین‌تر بحث رده نیست بحث قدمت هست هم دوره های تطلوم مجوز گرفتن مثل آرمین زاری که 5 6 سال پشت درهای ارشاد بود و مجوز گرفت شاید گل سرسبدشون مسعود صادقلو باشه که رکورد داره ممنول کاری هستش که اونم تونسته بود مجوز بگیره اما تتلوی آدمی بود که همیشه به غیر مجاز بود اما با این ظاهر و تیپ و تتو و اینا من نمیدونم تتلوی چه جور داره گول این افراد رو میخوره به تو که پاسپورت نمیدادن بهت گفتن عکس تو فتوشاپ بکن و عکس فوتوشاپی بهت پاسپورت دادن حالا انتظار داری برگردی تو اون کشور و تو مجاز بشی یا بتونی تو اون کشور فعالیت بکنی خب این نشون میده که اون آدم هایی که به تطلو دارن فشار میارن که برگرده ایران تونستن خوب روی مغزه امیر تطلو کار بکنن و حالا ممکنه شاید اعدام نشه یا برای بله سرش نظری اون آدم بسته یعنی برای همین با خیال راحت اداره فشار میاره چون از این طرف اقامت ترکیه رو بهش نمیدن و میگه آقا اگه من برم تو زندان ترکیه چه کاری خب میرم تو زندان ایران حداقل اونجا لابی میکنم موادم بهم میدن زندان برام هتل یه مدت هم میمونم بعدش میام بیرون با ارتباطاتی که دارم نمیدونم یه پسر بود به اسم علی کوچولو و کسای دیگه حالا اونایی که هستن میدونن این از این طرف صبح امروز هم شنیدم که رفتن سفارت ایران در ترکیه و درخواست پاسپورت جدید برای تطلو کردن چون پاسپورت قبلی این آدم رو گویا برنامه گذاراش گرفتن ازش به نیت گرفتن ویزای کشورهای مختلف و حالا یا ویزا رو گرفتن یا نگرفتن من اطلاعی ندارم از این قضیهشون ممکنه که همین دیروز پیروز ویزا رو گرفته باشن و چون یه قرارداد سنگین با تتلو امضا کردن قراردادی که هلوش 400 500 هزار دلار شاید حالا مقدارش پول یه مقدارش پولی مقدارش خونه یه مقدارش ماشین بوده رو امضا کردن و تتلو کنسرتاش رو به نوعی گفتن خودش که اصل کرده حالا ادعایی که اونا دارن پاسپورت امیر تتلو رو گرونی داشتن که تتلو نتونه از ترکیه خارج بشه و قراردادی که ورده بودن گفته که آقا طبق این قرارداد تو باید یا خسارت ما رو بدی یا باید بیای کنسرت ها رو برگزار بکنی از اون طرف حالا تتلو داره درخواست پاسپورت جدید میده و پاسپورت قبلیش رو کنسل میکنه که به کشور دیگه غیر از ایران بره مثل گرجستان یا حالا کشورهای حاشیه خلیج فارس که بتونه اونجا فعالیت بکنه اما اونجوری که اطرافیان تطلو دارن فشار میارن اه... که حتی نزدیکش که داخل ایرانی برای ایران تطلیل رو حسابی تونسته شستوشون مغزه بدن این وسط یه سری آدم های مفبر هم پیدا شدن آدم های مفبری که کاسه دختر از آش شدن تا دو سه سال گذشته معلوم نبود کجا بودن اصلا معلوم نیست که از کدوم اه... پوپو شلیک شدن حالا اه... میخواستم واجه خیلی باعدبانه شو بگم دوستان میگفتن که اه... خیلی بیا دوباره صحبت نکن تو این ویدیو گفتم چشم ما انتقاد پذیریم و واقعا بعضی وقتا دیگه حق مطلب رو نمیشه ادا کرد دیگه بعد از یه واجه های دیگه استفاده کرد 500 تا لایو گذاشتن تو اینستاگرام 270 تا استوری گذاشتن نمیدونم 600 تا ویدیو گذاشتن بعد میگن که بعد تو همون ویدیوهاشون دارن به بقیه اه... توهین میکنن و میگن که آره شما دنبال ویو و فالوور از این صحبت های اوکی سلطان شما که دنبال ویو فالوور نیستی چرا 270 تا لایو و 500 تا پست و 300 تا استوری گذاشتی بلند یه دونه بلیت بگیر برو پیش تتلو ترکیه نمیدونم از فلان کشور گوستولا تپه و نمیدونم از فلان کشور نه اون ور و. این ور هم هم دارن میگن آقا واسه مردم فیلم بازی نکن در به در دنبال این بود این رفیقای ما رو تیغ بزنه چند تا از این آدما من حقیقت پشت پرده رو نمیگم فکر ما داریم میشیم بده گویا همین آدمایی که الان شدن دلسوز تتلو در به در دنبال تیغ زدن رفیقای ما بودن میگفتن تو رو خدا یه دو تا بلیت ترکیه میتونی برا ما بگیری ما بریم پیش تتلو یه چهار تا عکس بگیریم محبوب بشیم فالووراشو بخوریم خب زشت من بیام اینا رو راجب به تو بگم بعد جالبه ما نمیایم راجب به اینا رو بگیم تو میری پشت سر ما حرف میزنی بابا تو چه دیگه آدمه گروپ زاده ای است. این افراد اگه شناسنامه رو نگاه بکنید توی تو قسمت نام پدر نوشتن گروهی از رفقا چون معلوم نیست باباشون کیه چون انقدر آدمای گروپ زاده ای حقیقت حقیقتو نمیان بگم بعد تو تماس های خصوصی میان ما رو ما رو میمالن دو ساعت تو تماس گروپ کالای خصوصی بعد میان تو ویدیوهاشون و استوری و پستاشون میشن شاخ و جمع کنید دیگه زشته اون طرفدارای شتلیتی هم شما رو میبینن فکر میکنن که شما چه خدا از برید بپرسید آقا چرا اینا یه بلیت نمیگیرن برن ترکیه موقع کنسرت و موقع این صحبت ها تو ویدیو هم, هم گفتم همشون تاتالو تاتالو برن اونجا بخورن و ب... بریزن و بپاشن تو خونه تتلو من که دیدم من که دیدم دیگه اینا رو به من که نمیتونید بگید طرف رو تلو اخونش پرت کرده بیرون اصلا آدم حسابش نکرده خب من دیگه اصلا میگفته این آدم آدم شل مغزیه. خب سری آخر دوست بعد یک بار رفته بوده خونه تطلو دیویس و تا عکس گرفته بوده دیویس و هفتاد تا عکس بعد اومده الان میگه تا تا بابا اتون آدم حساب نمی کردن چون اون طرف داخله میخواه خوش دیپورت بکنه به هزار تا وعده و وعید دادن اینم داره این قضیه مفبری میکنه این همه من ترکیه رفتم تو این سالهای گذشته رفاقتم با این آدم حفظ شد اما یک بار من خونه تتلو نرفتم این همه سالها ده بار به من گفت بیا کنسرتم نرفتم یک بار من بهش نگفتم منو تو یوتیوب تگ بکن یک بار بهش نگفتم که آقا بیا تبلیغ منو بکن تلگرامش رو من تبلیغ کردم تلگرام منو تبلیغ نکرده فالوور و ویو بهش دادم که بهم به نداده این همه توی این سالهای گذشته گندکاری داشته این همه توی سالهای گذشته تپه در نوردی نذاشته والا ما جمع کردیم که اون برای ما جمع نکرده مگه یادتون رفته سر قضیه علی کریمی من اومدم حمایت کردم از تسلو من حمایت هم. من از هیچ کسی توی این دنیا حمایت نمی کنم من فقط حقیقت رو میگم کم فوش خوردم از طرف علی کریمی یادتون رفته یادتون میارم ولی از اون طرف علی کریمی هم وقتی من دیدم داره در حقش اشاف میشه صدا سیما داره بهش حمله میکنه اموالشو دارن مصادره میکنن و هزار تا چیز دیگه و هزار تا دروغی که براش درست کردن تو 23 نمیدونم این پول مردم و خورد و اینا من علی کریمی حمایت کردم تو همه این کانال یوتیوب من شما هم انتقاد از علی کریمی میبینی و هم تعریف داری میبینی اگر از دید ادبیات روزانه ای بخوایم معنی بکنیم یعنی هم مثبت میبینی هم منفی میبینی در خصوص امیر تتلو هم شما هم مثبت میبینی هم منفی میبینی در خصوص سهر قرشی هم مثبت میبینی هم منفی میبینی در خصوص خیلی از آدم های دیگه هم همین بوده هم مثبت دارید میبینید هم منفی دارید میبینید به خاطر اینکه عدالت اجتماعی یعنی اینکه تو بتونی عادلانه هم نکات مثبت رو بگی هم نکات منفی رو بگی دلیل نمیشه که من همش از یه آدم تعریف بکنم که مگه ببخشید اون آدم رئیس منه که داره حقوق منو پرداخت میکنه اگه من دنبال رئیس میگشتم یا بله قربانگو بودم الان تو ایران بودم داشتم تو صداستی ما کار میکردم من آدم بله قربانگویی به کسی نیستم من رئیس خودم خودمم با امایت شما مردم که من کوچیکتونم جلوتون تعظیم میکنم دمتونم گرم اما من اجازه نمیدم که همچین آدم های مفبری البته جامعه ما متاسفانه فرهنگ ما مفبر دوست داره عارف نداریم تل ولی هست آقا من خودم دیگه جزی از همون جامعه هم دیگه آدمی که ریا بکنه یعنی شما یکی دو قطر اصلا سیستم فرهنگ اشک و گریه و زاری و ناله جواب تو اون مملکت برای همین تو اون مملکت ما صد روز ازاداری داریم یعنی یک سوم سال ازاداریه تعداد روزای عزاداری بیشتر از تعداد روزایی که تو اون کشور ولادت و تفریح این صحبت های. تولد یه روز عزا سه روزه یک به سه چون میدونن اون سیستم و اون فرهنگ جوریه که با فرهنگ ناله و زاری میشه برد جلو الان یه آدم همینطوری یه قطر عشق برش میگه تا تلو بابا واقع بینان تا همه ایسکا کرده آدمیه که بسیار منفعت طلبه و فقط منفعت خودش رو میبینه و همه آدم ها همینن اصلا ذات انسان ها همینه شما فکر بکنید این آدم حاضر جونش رو قمار بکنه عکس تابوت گذاشته بود توی یوتیوب و این ور و اون ور نمیدونم من دارم میرم جونم رو فدا بکنم آی مردم که قشنگ ماجرای دسترازی و این چیزهایی که داشته تو طول این مدت گذشته و آدمی بوده که منفور شده بوده بره کنار و چیزهای دیگهش بیاد جلو این گفته من میخوام امروز برم دادگاه من امروز بریم روی یوتیوبش ما یکم یوتیوبش هم بررسی بکنیم امیدوارم که بله اومد گفته که این مال دو روز پیش بوده گفته که بعد تا اینجای ماجرا این بود که داریا هم دوست هم نداره و اینکه آیا این اون روز گفته بودم این رفته بود فرودگاه گفته بودی که حالا یه سرم رفتم فرودگاه بذار ویدیو بگیرم که دیگه بریم دنیا دست کیه و گفته که ما همچنان منتظر اخبار موثق هستیم که به شما اطلاع بدیم دو گفته که همه اخبار هم بررسی میشه امیرم توی کمپ توزلا هستش کمپ توزلا هم کمپیه که آدم هایی که میخوان دیپورتشون کنن ایران رو اونجا نگه میدارن در خصوص این اتفاقات ولی خب الان در حال حاضر دارن لابی میکنن که پاسپورت جدید برای تطلو بگیرن که تطلو برای جدید گفتم دیگه برگشت تطلو به ایران یه قمار دو سر برده برای اون سیستم آدمایی که اونجا هستن ممکن امتیاز بگیرن بعدش هم جلوتر ممکن بگن که ببینید ما تطلو رو هم آزاد کردیم ما رعفت اسلامی داریم الان هم نزدیک انتخابات مجلس و چلین و ما این آدما رو میبخشیم پس برگردید تو ایران و اینا حالا طرف چهار تا فوش داده و میگن روی مواد بوده و دراگ بوده و چیزای مختلف بوده این رو زده کلا این قضیه رو به یه سمت دیگه میشورن و میبرن به نفع خودشون یعنی هر جوری که بخوان میتونن این ماهیگیری از امثال تتلو انجام بدن اما این دلیل برای نمیشه که ما فراموش بکنیم دست درازی هایی که این آدم روی دختره کرده بعد طرف میاد میگفتش که همین فردین تو کارما میگیرتت از این آدم بره ایران کارما کسی رو میگیره که دست درازی رو دختر مردم کرده کارما کسی رو میگیره که شاشیده رو دختر مردم کارما کسی رو میگیره که فقط از آدم های اطرافش سوء استفاده کرده کارما من هم میگیره کارما هم خوب داره هم بد داره کارما این میشه که آدم هایی که بیشتر از این راجع من قضاوت اشتباه داشتن یا فکر میکردم من آدمی هم که اهل پارتی بازی و رفیق بازی هم الان دارن میدونن که نه من مسیرم مسیریه که سمت واقعیت داره میره برا من خیلی این یک ماه گذشته ترخ گذشته شاید برای آ... من آدمی هم که رفیق دورم کم دارم نمیتونم رفیق زیادی داشته باشم نمیتونم بهشون اعتماد بکنم نه وقتشو دارم رفیق های دور اطراف هم خیلی کمن هم آدمی هم که از زندگی خصوصیم چیزی رو تو فضای مجازی نمیارم که بگم آره من فالان کارو کردم یا بیسان کارو کردم شاید به نوعی آدم تنهایی هم روی این موضوع وقتی یه آدم یا رفیق خودم میدونم واش رفیقم و تو این سا... براش هر کاری انجام میدم اصلا برام دیگه محدودیت نداره رفیقمه هم تو سختی ها باشم هم تو خوشی ها باشم این آدم بیشتر برام سختی داشت اما رفقته تو قبول میکنی طرف رفیقت دیگه قبول میکنی رفیقت دیگه ولی وقتی یه جایی می‌بینی که رفیقت داره یه جایی پاشو کج میذاره اگه رفیق باشی باید بیای جلوی سینش و بهش اشتباهش رو بگی و انتظارم نداری که همچین رفتارایی کرده باشه و بعضی وقتی یه سری کارهایی میکنه که پا میذاره رو خط قرمزت و اون برای تو تلخه که بیای راجع به... بر... بعد اون آدم شاید با خوش بگه ای این چه آدم بی یا جا راجع من حرف زد نه معرفت اونجاییه که تو هم به خط قرمزای من احترام بذاری دیگه وقتی نظری اولین بی احترامی رو تو کردی اولین بی معرفتی رو تو کردی که بعد ما اومدیم راجع بهش صحبت کردیم در خصوص تتلو هم همین بوده آدمی بودی که رفیق هم بوده اینم ازش حمایت کردم این... کلی فش خوردم اما من تو رفاقت میگم آقا ما کلی هم, هم دادیم یه دونه کلی هم دادیم رفته تو رفاقت حالا این که دیگه چیزی نیست در صورت امیدوارم که فقط این وسط یه دادم آدم گول نخورم و با, با وعد و وعید مسیر اشتباهی رو نرم خیلی مخلصیم دمتون گرم اگر دوست داشتید برامون کامنت بذارید و ویدیو بر دوستان خودتون به اشتراک بذارید ممنون از